یکی از آقایونی که مخاطب صفحه ما هستن این کامنت گذاشتن که خانم من بیشتر موضوعات و حرفاشو خیلی تکرار میکنه و این موضوع منو عصبانی میکنه و اگه خودم هم بخوام کاری رو که ایشون میگه انجام بدم دیگه دوست ندارم انجام بدم. لطفا راهنمایی میکنید. خب ببینید، این بین خیلی از زن و شوهرها میتونه اتفاق بیفته، یا والدین و فرزندان، که یکی از طرفین که یه مقدار کنترلگره، پر باید و نبایده. مثلا اینجا تو این رابطه خانوم خیلی باید و نباید دارن، خیلی با خودشون یا با دیگران میگن این کار باید بشه نباید بشه، و این ویژگی کنترلگری، این والد بودن بیش از حد، جذابیت و اثرگذاری رو کم میکنه. خب حالا این جذابیت کمه، در این حال این خانم نمیدونه، بازخوردی نمیگیره از جایی که کسی بهش بگه این رفتار تو که اغلب اوقات داری و دائم داری حرف میزنی، کلن پر حرفی تو، اثرگذاری تو کم میکنه. این ادامه داره میده. یکی از نکاتی که این آقا باید لازمه تو رابطهشون لحاظ کنن اینه که فرصتهایی رو اختصاص بدن برای گفتگو کردن با خانمشون درباره اینکه این ویژگی تو روی من اثر خوبی نمیذاره و من نمیپسندم و فکر میکنم خودت هم انرژی زیادی داری مصرف میکنی. بهتر که یک زمانهایی رو اختصاص بدیم با همدیگه درباره چیز خاصی، موضوع خاصی حرف بزنیم، تا اینکه تو راه بری تو خونه و مدام با خودت یا با دیگران بلند بلند درباره یه سری موضوعات بگی. یعنی گفتگو مهمترین فاکتور یک رابطه سالمه. یه مدیر که میخواد رابطهشو به شکل سالمی اداره کنه باید یه سری نکات رو یاد بگیره. خب در واقع حالا به جای اینکه شما بشینید 20 تا کتاب بخونید، 30 تا کتاب بخونید، دارید اینا رو توی یه سری برنامه های آموزشی یاد میگیرید که به کار بگیرید. یکی از چیزایی که تو روابط صمیمی بعد از ازدواج کم میشه و اون صمیمیت و نزدیکی کم میشه، گفتگو کردنه. اینجا باید گفتگو صورت بگیره، گفتگوی بالغانه با احترام درونی و بیرونی. ببین، من به نظرم میاد این خانم رفتار اشتباهی رو انجام میدن، ولی همسرشونم خودگویی های منفی دارن، خودگویی هایی که خودشونو از دست همسرشون عصبانی نگه میدارن. بنابراین باید مراقب خودگویی هاشون باشن. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بگم باز شروع کرد، عجب آدمیه، چقدر حرف میزنه، چقدر دستور میده، آخه فکر میکنه کیه، به جای اینکه این خودگویی رو داشته باشن به خودشون بگن همسر من هنوز بازخورد در مورد این مدل حرف زدنش نگرفته، من باید وقت بذارم و با احترام، با حوصله بشینم و باهاش صحبت کنم، بهش بگم من این رفتار رو نمیپسندم. گاهی اوقات وقتی خودم قصد دارم یه کاری کنم و تو با اصرار دستور میدی که اون کار کنم، دیگه نمیرم. البته اینم بگم، اینجا این آقا وقتی که دیگه نمیرن اون کار رو انجام بدن، یعنی کنترل شدن توسط پیام خانمشون، کنترل شدن، چون دقیقا خودشون میخواستن که برن، تحت تأثیر خانمشونه که دیگه نمیخوان، یعنی کودک لجبازشون فعال شده. خب کودک لجباز در پاسخ به اون والد کنترلگر در واقع فعال شده. پس بنابراین اون خانم تونسته تأثیری رو که میخواسته بذاره، کودک رو فعال کنه، منتها به جای کودک مطیع کودک لجباز اومده بیرون. این آقا اگه با بالغشون رفتار خانمشون رو تحلیل میکردن، میگفتن شیوه حرف زدنش خوب نیست، بازم داره تکرار میکنه ماشین تو ببر کارواش، ببر بشور، تمیزش کن. من خودم هم امروز تصمیم داشتم این کار کنم. خب حالا این کار میکنم، چون اون کاره شستن ماشین برای من اهمیت داره، گرچه دوست ندارم که خانمم اینجوری با هم حرف بزنه. یا مثلا خانم میگه که برو دوش بگیر، برو دوش بگیر زودتر، برو حموم.
و این آقا میگه من خودم اصلا اومدم خونه میخوام برم دوش بگیرم، ولی حالا که تو گفتی دیگه این کارو نمیکنم. ببین وقتی که یه همچین رابطه ای وجود داره، یعنی بین این دو نفر بابت این ویژگی که در خانم هست به اندازه کافی صحبت و تحلیل اتفاق نیفتاده، این آقا باید وقت بذارن گفتگو کنن، چون مشکل دارن، چون عصبانی هن از رفتار خانمشون. خب این نکته مهمی بود، فکر کردم که تحلیلش با شما میتونه کمک کننده باشه. دوست دارم نظراتتون رو بشنوم، کامنت بذارید، حتما کامنت بذارید ببینم چه افکاری در ذهن شما وجود داره، چه ایده هایی وجود داره. اینکه آقایون تمایل به حرف زدن ندارن از نظر من مگر تیپ درونگرا باشن، وگرنه هر کسی اگر در گفتگو لذت ببره، شنیده بشه و به گفتهاش با احترام پاسخ داده بشه، تمایل داره بعداً بازم صحبت کنه. مطمئن ما گفتگو کردنمون اشکال داره.